خب بریم به امید خدا بسم الله الرحمن الرحیم سراغ درس دهم ده هم افق علوم اجتماعی در جهان اسلام اسلام دین زندگی حیات است دینی زمان و مکان خاصی نیست علوم اجتماعی جهان اسلام همواره ناصر به مسائل و نیازهای اجتماعی آن بوده است علوم اجتماعی مسلمانان علم یکی که شاخهای علوم اجتماعی مسلمانان است حالا علم فقه چیه خب درباره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان جامعه اسلامی احکام و قواعدی را مطرح میکند رفتارها و انجارهای اجتماعی را ارزیابی و نماید و داوری می کند ویژگی های جامعه مطلوب و آرمانی را مشخص می کند راهای برون رفت وضعیت موجود و در سمت وضعیت مطلوب را تجویز می کند این کارکردهای های علم فقه هست فقه اسلامی با به رسمیت شناختن تفاوت های قومی نژادی زبانی و فقهی این تفاوتها را به فرصتی برای شکلی گیری اسلام تبدیل کرد آرمان های اجتماعی فقه اسلامی مدارای اجتماعی مسلمانان با مسلمانان و کسانی که دنبال زندگی صلحا میزن دفاع از مرزهای اسلامی در برابر تهاجم متجاوزان تلاش برای تحقق و گسترش دارد. فقه شیعه همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم و قدرتهای داخلی و خارجی داشته نظرات برای دو انقلاب مهم آورده شده است انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی دو انقلاب مشروط میرزا ناینی نا و در مورد انقلاب اسلامی ولایت فقیه امام خمینی دو انقلاب مهم از نتیجه معقولیت مرجعیت علم فقه در فرهنگ عمومی جامعه مطلوب از نظر فقه شیعه این حواست باشه ویژگی اول روابط ساختارهای آن و مشارکت و همراهی مردم عادلانه باشد ویژگی دوم حاکمان و کارگزاران جامعه نیز به عالم به عدالت و عمل کننده با آن باشند درسته میزای ناینی آغاز قرن بیستم ما نمیتوانیم ویژگی دوم جامعه مطلوب رو ولی میتوانیم ویژگی اول چنین جامعه را محقق کنیم مردم از طریق مجلس سازمان ها ساختار های اجتماعی را به گونه عادلانه شکل بر حمایت مردم تاکید می کند مشروطه نظام مطلوب در زمان غیبت نیست ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود بود امام خمینی بس حواست باشه به نکاتشا به این نتیجه رسید که مردم ایران می مشارکت حضور فعال خود جامعه را ایجاد کنند که هر دو ویژگی داشته باشد هم قوانین عادلانه داشته باشد و هم مجریان این قوانین از دو شرط علم و عدالت برخوردار باشند مردم از طریق مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مشارکت کنند مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد شرط اول را محقق کند مجلس شرط دوم را یعنی رهبر جامعه را به رس خبرگان شناسایی معرفی کند تعامل جهان اسلام با علوم رو اجتماعی جهان متجدد زمینی تر از نظریات جدید را فراهم آورد به مسلمانان جهان امکان میدهد علوم رو اجتماعی جهان اسلام را گسترش دهند و مسائل جامعه جهانی را هم تحلیل کنند ویژگی علوم خب علوم اجتماعی جهان اسلامی در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد این دانش متناسب معنای علم در جهان اسلام است از منابع ابزارهای تجربی استفاده خواهد که اما تبیینهای جهان اسلام به شناخت تجربی محدود نمی شود و از منابع عقلانی و وحیانی نیز استفاده می کنه که تو فلسفه می خونی اینا را عقلانیت مورد استفاده در جهان اسلام لایه های عمیق و سطحی را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهد هم سطحی و هم عمیق را اقلانیت در جهان اسلام به رغم تعامل و فرهنگ و سنت های تاریخی محیط خود به گونه مستقل ارزیابی فرهنگ و تاریخ مربوط به خود میپردازد اقلانیت جهان اسلام در تولید دانش علمی نقش محوری دارد ولی همه ارساهای علمی را به تنهایی سامان نمیدهد بخشی را به کمک حس تجربه و بخشی را به کمک وحی شادمان می کند شا... شامان میبخشد سامان میبخشد البته شامان نیست سامان اینجا از میکنه این باید ما شامان علوم اجتماعی جهان اسلام درباره وضعیت مطلب جامعه اسلامی جامعه جهانی داوری خواهد کرد وضعیت موجود تبیین میکند به رسیدن وضعیت مطلب است کارکردهای های علوم اجتماعی جهان اسلام قدرت فهم و تفسیر و توصیف پدیده ها توان تبیین و شناخت دلال شکلی بزرگ مدن پدیده های اجتماعی داوری درباره ارزش ها هنجار ها درون فرهنگ خود سخن گفتن درباره جامعه آرمانی شناسایی راههای برون رفت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب با توصیف و تبیین وضعیت موجود علوم اجتماعی جهان متجدد علوم اجتماعی جهان اسلام تبیینی تفسیری انتقادی اینا بسیار مهم من دیگه این ستاره خوندیم علوم اجتماعی جهان اسلام از سطوح مختلف عقل استفاده می کند و تبیین را تبیین تجربی محدود نمی کند خب تفسیر را نوعی تبیین و استدلال عقلانی میشمارد و به همین دلیل تفسیر و تبیین در متقابل با هم قرار نمیگیرند خب از ظرفیت جهان شمول عقل نظری عقل عملی و وحی برای داوری ارزش ها استفاده می نماید و این هم سوال های درس دهم ده و درس آخر که در امتحان نهایی اومدن حالا اول رو سوال خودت همینجا ویدئو رو نگه داد دونه دونه صفحاته فکر کن بعد جواب بده در ایران چه چیزی اینجا اینه پاکش کنیم فقه شیعه یکی از مهمترین شاخهای علوم اجتماعی مسلمانان است که تو خب میشود علم فقه در ایران همواره نقش مهمی با فقه شیعه ببین اینقدر تکرار میشه یعنی دوباره میاد واقعیت هایی که ما باندار... چی چی می میشود عقل عملی با آگاهی و اراده ای انسان عقل علوم انسانی عقل عملی فقه اسلامی با راستین به فرصت برای چی امت اسلامی درسته جامعه اسلامی با کدام یک از شاخهای علوم اجتماعی رفتار و اینجا باز نگه دار اینه نگه دار همینجا جواب بده بعد ادامهش فیلم ببین خب من اینه پاکش میکنم علم فقه خب دو انقلاب ایران علم فقه ببین چقدر فقه شیعه ایران جامعه اسلامی با علم فقه ببین همش فقه فقهشیه یعنی سوال دوباره خواهد آمد اینجا را هم نگهدار دار درسته؟ همینجا نگه دار خودت دونه دونه سوالا رو تو ذهنت ببین چقدر بلدی همینجوری رد شو بخون بعد بیا جواب رو ببین خب امیدوارم این کار کرده باشی بریم شروع کنیم خب مردم در این جامعه خب بله آه. کارکرت های علوم اجتماعی در جهان اسلام علت شکلی دو انقلابش معقولیت مرجعیت علم فقه جامعه مدوب فقه شیعه اینه حواست باشه که حتما دوباره سوال میاد این حتما دوباره سوال می آید خب اینم بله بله شناسایی خوبی عدالت و بدی ظلم چگونه میکنه وزیر است عقل عملی واقعیت هایی که با آگاهی رده انسان وجود میان شناسایی می بدیم صفحه بعد اینم که خیلی ساده هست خب عقل نظری عقل عملی قانون علیت در فلسفه با این شناخته می شود عقل نظری علوم انسانی علوم اجتماعی عقل عملی دو مورد از نتایج تعامل عالمان و مسلمان با علوم اجتماعی مدرن اینا رو هم ببین بله خب اینم دیدی قشنگ حواست باشه که دونه دونه اینا رو بخونی من دیگه هی زیاد حرف نمیزنم که خستت کنه چون داری اینجا میبینی خب اینم که ببین تکرارم باز عقل عملی قانون علیت در فلسفه عقل نظری از نوع تبیینی نیست خب بله علم فق علوم اجتماعی جهان اسلام دو مورد از کارکت های علوم اجتماعی جهان اسلام بازم اینم تحکیت میکنم که ممکنه سوال باشد بله خب اینم که مشخصه